عراق با یختک سبز که در مقابل خودش الکس پلانتارت از فرانسه با یختک آبی که الان پشت به تصویر ملاحظه می‌فرمایید با دستور حکم وسط و اعلام تعظیم و اعلام کوراش مسابقه آغاز میشه بین دو کوراشکار. در کناری دوشک همدیگر رو محک میزنن، میندازه برای مایه اجرای لنک کوراشکار عراقی، ولی هر دو ناموفق و به خارج از دوشک هدایت میشند. با علائم و اشارات به داور میخواد بگه که سطح تاتامی یا تحت گیلم سر هست به واسطه بارندگی که الان هست. حالا میندازه برای اجرای فن لینک الکس پلانتارت از فرانسه با یختک آبی که او هم ناموفق و هر دو به خارج از محل مسابقات میرن. مجدد در لبه ای گیلم محوطه داخل و خارج کاری را از پیش نمیبرند. میندازه برای اجرای مایه لینک پلانتارت از فرانسه و با دفاع حسن عابد از عراق هر دو ناکام. ادامه کار از مرکز گیلم. حسن عابد به هر حال به مراتب از دست و پا و قامت کشیده تری نسبت به حریف فرانسوی خودش برخوردار هست، همچنین از سیمای هر دو طرف هم میشه به این قضیه پی برد که کوراشکار عراقی نسبت به کوراشکار فرانسوی جوانتر هست. اولین اخطار کمکاری رو، تنبیه رو الکس پلانتارت از فرانسه دریافت میکنه. یک امتیاز چالا برای حسن عابد از عراق در نظر گرفته میشه. میره برای اجرای مایه لنگ، مدتی هم مکس میکنه رو سر گردن حسن عابد، ولی کاری رو از پیش نمیبره. مجدد میندازه برای اجرای لنگ، بلافاصله تبدیلش میکنه به فن کمر که در جدا گوشی گروما خطاب میشه، سرگردن رو جمع کرده بود. حالا اینجا الان با اخطاری که الکس پلانتارت دریافت کرده بود میتونیم بگیم که به عبارتی موتورش روشن شده برای اجرای فنونش. با اعلام کوراش از مرکز گیلم بیریم برای ادامه مسابقات. تا اینجا کوراشکار فرانسوی عقب هست، میندازه برای اجرای مایه لنک. اگه بتونه سرگردن رو به مراتب خوب جمع بکنه موفق میشه. معترض هست، اخطار کمکاری رو حالا این حریف عراقی حسن عابد هست که دریافت میکنه. یک امتیاز چالا هم حالا برای کوراشکار فرانسوی به ثبت و درج میرسه. مجدد پارو میندازه پلانتار، آسین رو بتونه جمع بکنه بکشه از آن خودش بکنه، میتونه که بر دست و پای کشیده حسن عابد از عراق غلبه بکنه. کماکان ناموفق هست. الان هر دو داره یک اخطار هستند، ولی با توجه به این که اخطار آخرین اخطار رو کوراشکار عراقی از آن خودش کرده، اگر مسابقه به پایان برسه وقت مسابقه این کوراشکار فرانسوی هستش که برنده مسابقه است. میتونه الان تبدیل بکنه مایه لنگ خودش رو، اوچوماتای خودش رو به فنون سپوری. یا اوچیگاری کوچیگاری که بتونه تعادل حریف رو به هم بزنه، ولی تأکید داره بر اجرای فن لنگ خودش و ترکیبی نمی کنه. حالا با
سماجت و اصراری که به خرج میده موفق میشه که یک امتیاز چالا رو از حریف خودش کسب بکنه. حالا باید ببینیم نظر کمیسیون و داوران به چه صورت هست. خب امتیاز چالا برای الکس پلانتارد تایید میشه و تا اینجای کار برنده مسابقه است. حالا واسه ببینیم که در ادامه به چه صورت هست. خب به علت ستون کردن و گارد دفاعی حسن عابد دومین اخطار رو تحت عنوان اخطار داکی دریافت میکنه. مجدد اجرای فن تانی اوتوشی از الکس پلانتارد، کوراشکار فرانسوی که با یختک آبی در تصویر ملاحظه میکنید که با اصرار و سماجتی که به خرج میده موفق میشه که یک امتیاز چالای دیگر رو به دست بیاره. خیلی ضعیف ظاهر شده حسن عابد علی رغم دست و بال بالام کوراش. مسابقه از سر گرفته میشه. مجدد پا رو میندازه، قفل میکنه در مایه های لنگ. حالا اینجا با یک تیسوشی که الکس پلانتارد از خودش نشون میده بر اجرای بدل کوراشکار عراقی فائق میاد و موفق میشه حریف خودش حسن عابد رو از عراق با ضربه فنی حلال پشت سر بذاره. الکس پلانتارد این چهره با یختک آبی از کشور فرانسه. 590 کیلوگرم رضا پارساپور، یختک آبی ایران. عمر بازرگان، یختک سبز، ازبکستان. خب میریم وزن منهای 90 کیلوگرم. سومین مسابقه امروز بین رضا پارساپور از جمهوری اسلامی ایران که در مقابل خودش عمر بزرگوف رو از کشور ازبکستان.